وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادی در ایران را وخیم توصیف کرده است. آنچه که او گفته باعث این برداشت در میان کارشناسان شده است که وضعیت اقتصادی ایران همچنان رو به وخامت دارد. در آستانه نوروز ایرانی قیمت آب و برق در ایران باز هم افزایش یافت. اوضاع در اوکراین و پیامدهای آن در اوضاع جاری در ایران و منطقه خاورمیانه و در آستانه روز جهانی زنان ایرانی در جمهوری اسلامی چه وضعیتی دارد؟ سلام بر شما، جمشید شالنگی هستم از واشنگتن با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای نوری‌زاده عزیز سلام بر شما در لندن. درود بر شما جناب شالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای نازنین و بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای نوری‌زاده، در آستانه نوروز آقای طبیب‌نیا در مجلسی شهدای یاد بزرگداشت شهدای کن و سولیمان صحبت از وضعیت اقتصادی کرده. اون چی که گفته نشون دهنده وخامت وضعیت اقتصادی است و تورمی که همچنان موجود هست بر شمردن ذکر مصیبت هست بدون راه حلی. بله ببینید، بله بفهمید، کارنامه دولت آقای روحانی رو میخوایم ببینیم در زمینه اقتصادی. وعده‌هایی که داده بود الان شب عید آب و برق هم داره گرون میشه. ببینید آقای چالنگی عزیزم، اگه یادتون باشه آقای خمینی هم تصور میکرد که ها قضیه کاری نداره، چوتکه رو میذاریم، اینقدر درآمد نفت، اینقدر خرج، یه گالم هم پول برامون میمونه. نگاهشون به مسائل و مشکلات نگاه لحظه‌ای است و بدون توجه به اینکه مسئله رو کارشناسی بررسی کنن. خوشبختانه آقای روحانی یه تیم کاردان اقتصادی باش کار میکنه. آقای نهاوندیان کم از خیلی از کارشناسان بزرگ اقتصادی نداری، آقای طیب نیا زمینه که کارنامه آلوده ای هم ندارن. مشکل اینه اینا وقتی بیرون قدرت بودن نشستن یه برنامه ریزی هایی کردن و به آقای روحانی ارائه دادن که ما بریم این برنامه رو اجرا میکنیم، جلوی فساد رو اینجا میگیریم، اینقدر از اینجا پول ذخیره میکنیم، این دهه های یارانه ها رو میایم کم میکنیم، پولدارا رو میذاریم کنار و اینقدر از یارانه برامون میمونه. خلاصه نشستن یه حساب کتاب سرانگشتی کردن که جنبه کارشناسی هم داشت در این حال، به جهت اینکه به تورم پرداختن، به مسائل بیکاری، به قروض دولت به بانک ها. وارد قدرت که شدن همون اول شروع کردن این وعده ها رو تکرار کردن، اما یه دفعه متوجه شدن این رویاها، این تصورات با بودن یک کسی آقا بالا سر آقا شمشمی به نام ولی فقیه غیر قابل اجراست. چون اول همه اینه که این آقا صدها میلیارد پول در اختیارش، نه مالیات میده نه اجازه میده که اون ارگاناشو مورد بازرسی قرار بدن، فساد دائر. آقا چگونه میشه که در بنیاد مستضعفان و جانبازان 40 مدیر حقوقای بالای 5 میلیون تومان در ماه بگیرن؟ خب اینو بعد تکلیفش رو روشن کرد چگونه است. چرا دفتر آقای خامنه‌ای 12000 کارمند داره؟
به چه مناسبت؟ آقای خمینی 60-70 نفر بودن کار اداره میکنن، چرا 12,000 نفر؟ چرا نمایندگی در خارج کشور؟ ایشون یه نماینده داشت اینجا آقای موعظی در لندن که از دوستان و افرادی که با هم مشاعره میکردن، این آقای موعظی نتونست برای دخترش ویزا بگیره، داره میره، جاش دارن یکی رو میارن به نام حجت الاسلام دکتر شمالی که اینجا هم دکترا گرفته از شاگردای مصباح یزدی. این آقا بودجه‌ای که براش تصویب کردن بیاد از بودجه سفارت جمهوری اسلامی بیشتره، یعنی از بودجه که وزارت خارجه به سفارت میده. یعنی آقای خامنه‌ای یه سفارت خونه داره اینجا که از بودجه سفارت بیشتر. چگونه اون وقت دولت میخواد مشکلات اقتصادی رو حل کنه؟ همون مرکز اسلامی رو میفهمید شما؟ بله 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 بله، قمارخونه ای که خریدن مرکز اسلامی شد. ولی منظورم این آقای چالنگی تا زمانی که این بدعت نامبارک غیر مشروع ولایت فقیه در ایران حاکمه، هیچ حکومتی، میرزا طی‌خان امیرکبیر هم برداریم بیارین، با پاکدامنی و قوام سلطنه رو بیارید، مصدق رو بیارید، محاله بتونید این مملکت رو اصلاح کنید، چون از بالا خراب تا پایین. شما هر آدم است، آقای طیب نیا واقعا آدم با حسنیتی است، من تمام مطالبش رو مقالاتش رو خوندم، واقعا کارشناس اقتصادی، همطور آقای نهاوندیان تو امریکا درس خوندمون نزدیک شما، و این آدما میتونن کار بکنن اگر دست باز داشته باشن. الان هیچ کاری نمیتونن بکنن و روز به روز وضع اقتصاد بدتر میشه. این 5 میلیارد و 6 میلیاردی هم که در مقابل دست و بالا بردن غربیا بهشون میده، اینم فایده نداره، دوایی نیست، یه مسکن آسپرین برای 2-3 هفته. آقای نوزاده، همین آقای طیب نیا داره میگن دیگه، یعنی کلی ستایش از رهبر انقلاب، هم آقای خامنه‌ای که شما میگید باعث تمام این مشکلات هست، به اضافه همون حرفا، همون صحبت هایی که بالاخره انرژی هستی و ما نظامی در آوردیم و این حق رو گرفتیم. آقای دارم میگم، شما پسر چی میگم پیغمبرم بره اونجا، به هر حال وقتی خیالاتی داره میره اونجا، تصور میکنه که حالا دستمال رو دراره و مشغول بشه ولی فقیه بالاخره. ولی اینا نمیدونن، اگر شهامت داشتن و میمدن به مردم یک کلمه میگفتن، بنده طیب نیا درس خونده آگاه، اینم برنامه بود، ولی در برابر اوضاع، حالا اسم آقای خامنه‌ای هم نمیخواد بیاره، آقای خامنه‌ای اومده اقتصاد مقاومتی، شوخی میفرماین ایشون با اقتصاد مقاومتی که شکم نمیشه پر کرد. این حرفایی که آقای خامنه میزنه حرفای واقعا میگم از سر سیریه، برای مردم ایران نان و آب به قول شما نمیشه. و همین آقای طیب نیا باز میگه با وجود تحمیل تحریم ها ملت ایران به خوبی این شرایط سخت را تحمل کرد. ملت ایران خوب چجور تحمل کرد و با رهنمودهای مدبرانه رهبر معظم انقلاب و با درایت و پشتیبانی دولت منتخب خود توانست با افتخار مشکلات ناشی از تحریم‌ها را پشت سر بگذارد. آقای سازگارا سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرام. این حرفا تا چند روزه واقعی نیست، درسته؟ کدوم مشکلات مردم پشت سر گذاشتن؟ آگهی های فروش کلیه روز به روز افزایش پیدا میکنه، شب عیدم این آب و برق گرون شد. آقای سازگارا، آب و برقی که قرار بود مجانی بشه، پول نفتی که قرار بود در خونه ها بیاد، چه شد؟ بله، یک موج تورمی جدید در راه، یعنی برقی که 24% و آبی که 20% گران شد و بعد از عید افزایش قیمت سوخت و انرژی در راه، که یک موج جدید تورمی خواهد داشت و نقدینگی کشور که 560,000 میلیارد تومان بانک مرکزی اعلام کرد رسیده، در واقع از علت العلل های تورمه. ببینید، من واقعا به اون بحثای آقای طیب نیا کار ندارم که ای کاش این جملاتی که شما گفتید و ایشون نگه، احتیاجی هم نداره، شأن کارشناسی نیست که اینطور ایشون هم مداهنه رهبری رو بکنه، و بهتره که ایشون به همون کار وزارت داراییش برسه و
حرف کارشناسانه تحویل ملت بده. در مجلس خبرگان رهبری که هفته گذشته تشکیل شد، آقای طیب نیا گزارش نسبتاً کارشناسانه‌ای به اعضای مجلس خبرگان داد و به نظر من مطلبی که گفت درست بود. ایشون گفت که اقتصاد ایران 3 مشکل اساسی داره: یکی سوء مدیریت، دیگری مشکل ساختار این اقتصاد، و سومی مسئله تحریم است. ببینید، و صراحتا هم گفت تا این 3 حل نشه هیچ چیز حل نخواهد شد. به نظر من در واقع آنچه که آقای طیب نیا گفت به نوعی تایید مطالبی که آقای دکتر نوروزاده فرمودند. مسئله سوء مدیریت در اقتصاد ایران علت العللش هیچی نیست جز ولایت فقیه، شخص آقای خامنه‌ای و آنچه که ایشون دیکته کرده به دولت‌ها. مسئله ساختار اقتصاد ایران چیزی نیست جز برآمده از ساختار خود جمهوری اسلامی و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی و اختیاراتی که ولی فقیه داره، دست بازی که او، سپاه و اعوان و انصارشون در اقتصاد کشور دارد. و مسئله تحریم ها هم باز چیزی نیست جز سوء مدیریت آقای خامنه ای که پروژه بی سرانجام و زیانباری مثل هسته‌ای رو 10 اینطور با دنیا در افتاده و کشور رو به این تنگنا و چاله افکنده. آخرم هیچی به هیچی، چیزی که از روز اول هم معلوم بود به جای نمیشه. بنابراین آقای طیب نیا به نظر من این که بیان درد بکنه اشکال نداره، اما یه بار میشه کرد، دو بار میشه کرد، 3 میشه کرد. 9 از دولت آقای روحانی گذشته، به جای فقط بیان درد، توقع از وزیر دارایی کشور این است که یک طرح اقتصادی روشن به مجلس ببره، از جمله مثلا ستاد اجرایی فرمان امام، مؤسسات زیر نظر سپاه و ده ها مسئله اینجوری، باید تو اون طرح پیش بینی شده باشه، برگرفته بشه ازشون، به ملت واگذار بشه. من میدونم که مجلس مقاومت خواهد کرد، فوش و فوشکاری خواهد شد و نمیگذارد، اما حداقل موضع نزاع برای مردم معلوم میشه و میفهمند که اگر گرسنگی میکشن، فقر دارن، بیکاری دارن و ده ها عارضه دیگه ای که از قبل اینها بیرون میاد، علت العلل و ریشش کجاست. در یه طرح اقتصادی درست کردن اقتصاد ایران اقلا 10-20 کار اساسی باید انجام بشه که توقع میره دستگاه اقتصادی دولت نترسه اینها رو ببره جلو، بگذاره جاهای دیگه جلوشون رو بگیرن. آقای نوری‌زاده، در یه همچین وضعیتی بازار کجای یه همچین اقتصادی ایستاده؟ بهره میبره یا داره زیان میده یا چه جوریست وضعش؟ ببینید، طبیعتاً بخشی از بازار، اون مجموعه ای که میتوان گفت سنتی در پیوند با روحانیت، اون مجموعه از انقلاب حمایت کرد، اومد جلو، ولی در عمل فقط یه بخش کوچکیش بهرمند از انقلاب شد و بقیه مزمحل شدن. بسیاری از تجار بزرگ یا ترک وطن کردن یا مزمحل شدن. بیزنسمنهایی بودن که از انقلاب هم حمایت میکردن، خانه نشین شدن یا واگذار کردن به تشکیلات دولتی و مصادره شد و غیر. الان ما با چند قشر جدید روبرو هستیم. یه عده اون مجموعه حاج حبیب مؤتلفند که حالا در درگذشت خودش هم اخوی اسدالله خان، یعنی ارتباطات ایران و چین به طور عمده دست اوناست و تجارت اون قسمت با اوناست. یه عده این آنترپرونا یا بیزنسمنای مدرن هستن، تحصیل کردن تو خارج بودن، برگشتن ایران، اومدن پاساژ زدن، شاپینگ سنتر درست کردن، یه دم اینا هستن. غیر از اون مجموعه که کاملا با نظام در ارتباط تنگاتنگه، بقیه همه دچار مشکلن، یا تا خرخره به بانک ها بدهکارن یا عرصه رقابت براشون مفتوح نیست. شما ببینید، در همین تجارت سیگار
یا آقای العقیلی اومد تو ایران سرمایه گذاری کرد تو قشم و کارخونه سیگار زد و بعد سپاه همون موقع کشتی کشتی سیگار قاچاق و هم داشت می آورد و حتی سیگارهای قاچاق چینی، یعنی ماربوروی چینی برمی داشتن می آوردن ایران. خب عرصه رقابتی باقی نمونه. حالا این سیگار کیسه مزره در مورد پنیر و کره و نون و برنج و غیرم همینه، هند مافیای خودشو داره، یعنی مافیایی که با هند تعامل میکنه، پارچه مافیای خودشو داره، نمیدونم قطعات یدکی موتور دوچرخه مافیای خودشو داره. اینه که کشور چون از طریق مافیا اداره میشه، بنابراین یه تاجر مستقل، یه بازرگان با شرف که میخواد کاسب حبیب الله باشه، اون در این وسط مجالی پیدا نمیکنه. و متاسفانه هر روز ما شاهد رشد کرمها و آلوده دامانهایی هستیم که در قالب مافیا اقتصاد کشور در دستشونه و کم فروختر شدن از یه طرف تجار سنتیمون و از یه طرف تاجران مدرن، بیزنسمنهایی که اندیشه های بسیار خوبی دارن، فکر خوبی دارن، مارکت رو میشناسن، بعضا در خارج درس خوندن یا حتی بیزنس دارن. البته یکی از این کرم ها تعبیر شماست که کرم نیست، در واقع اجده هاست. بابک زنجانی است که بله درباره ابعاد این فسادی که وجود داره رو حتما صحبت خواهیم کرد. پیش از اون از آقای سازگار اگه به طور کوتاه بگید. آقای سازگار ممنون میشم که سپاه پاسداران کجای یه همچین ساختار اقتصادی است؟ در شب عید این دست مردم که به راحتی به طرف شیرینی شب عید نمیره در بازار، یا آجیل شب عید نمیره برای اینکه از جیب خالی برمیاد، چون این دستی سپاه پاسداران تا چند اندازه مؤثر هست در محروم کردن دست مردم از رسیدن به آجیل شب عید؟ ببینید، به قول کسبه که این شبا اگه دست رو دلشون بذارین، شب عید که باید در واقع فروشی داشته باشن، مثل همه جای دنیا، در امریکا هم نزدیک کریسمس و ژانویه هر سال اصلا آمارش هم منتشر میکنن که مثلا این مقدار مردم خریدن. اتفاقا همین سال 2013 که به انتها رسید، امریکا مقدار خریدی که مردم شب عیدشون کردن افزایش داشت نسبت به سالهای قبل و یه رکوردی بود که رونق اقتصاد رو نشون میداد. متاسفانه رکود اقتصاد در ایران، رکودی که نرخ رشد منفی منهای 0.58% توأم با یک تورم 42% که به قول همین آقای طیب نیا در تاریخ ایران بی نظیره، یعنی یک رکود تورمی عمیق، باعث شده که از یک طرف گرانی کالاها، از یک طرف عدم چرخش اقتصاد، الان بازار کساد کسبه و همطورم که میگید مردمی که حسرت یک شب عید سنت ماست، خریدن میوه و شیرینی و مهمون و عید دیدنی و پذیرایی و غیره، به دل خیلی ها میماند. این رو هم عرض کنم، آقای مسررضا ثروتی در نماینده مجلس گفته بود 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند که از این تعداد 6 میلیونش مطلقا هیچ کمکی دریافت نمی کنن و کسی به فریادشون نمیرسه. البته من فکر کنم تازه ایشون خط فقر رو مثلا 600 هزار تومن گرفته، الان صحبت از این است که خط فقر 2 میلیون تومن در ماهه. اگر اینجوری بگیرید، اون وقت 80% مردم زیر خط فقر قرار میگیرن. سپاه آقای چالنگی متاسفانه یک قلم فقط از پروژه های وزارت نفت بیش از 40 میلیارد دلار پروژه گرفته و یک دونش رو به سرانجام نرسونده. این آقای بابک زنجانی که این روزا صحبت از این نیست که در وزارت نفت چندین و چند تا بابک زنجانی بوده، مکرر آدم این روزا میشنوه، در دوره آقای رستم قاسمی ایشون وزارت وزیر سپاهی ایشون برآمده و به وجود اومده، هیچ صحبتی از رستم قاسمی نیست که او کجاست؟ پس چه کسی نفت رو داده به این آدم، پول نقد بهش داده و چرا آدم هایی که این کارو کردن سری از آثارشون نیست؟ متاسفانه بخش های سپاه با اسلحه، با شرکت های متعددی که دارند، با دستبند، با بگیر و ببند، درست مثل گروه های مافیایی که
قدرت حکومتی هم حالا پشتشون هست وارد اقتصاد شدن، در پروژه ها، در کارخانجات، در ده ها و صد ها شرکت و کارخونه کشور، و رقبای خودشون رو گاهی میگیرن میندازن زندان، گروه های ضربت دارن میبرن، اگر یک کسی پا توی کفششون بکنه سر به نیست میکنن یا 48 ساعت آویزونش میکنن، کتکش میزنن و امثال هم. بنابراین به نظر من دزد نمبر وان کشور، یعنی دزد نفر اول کشور، شخص آقای خامنه ای. ایشون از 95 میلیارد دلار ثروتی که فقط ستاد اجرایی فرمان 8 ماده ای داره، 52 میلیارد دلارش املاکی است که از مردم گرفته و هنوز هم دارن میگیرن. این چیزی هم وایساده باشه. نفر دوم سپاه که خیلی جاها هم اینها با هم دیگه مرتبطن، یعنی خیلی شرکت هایی که شرکت های وزارت نفت که اینا گرفتن تملک کردن و خصوصی سازی که در واقع عملا از دستگاه های دولت گرفتن و دادن به شرکت هایی که دست اینا هست، خیلی جا هم مشترکن با آقای خامنه ای یا با مراجع دیگه یا بسیج یا غیره. و خلاصه ماجرایی که ثروت های افسانه ای توش هست، بی بندوباری، دزدی و حساب پس ندادن به هیچ کس. آقای نوری‌زاده، دزدی به هر حال امر بدی است، بسیار هم در مواقع خب همراه با اقدامات تراژیک هم میشه، اما از یه بعدش که آدم نگاه میکنه واقعا خنده‌دار هم هست. یعنی بالای به قول اون مقام مسئول هر که که از 15% یا 15 میلیون جمعیت ایران زیر خط فقر تو خیابون، بچه های ایرانی میخوابن در خیابون میخوابن، میبینیم پول اینا رو مثلا بابک زنجانی برمیداریم میره یا بقیه امثال بابک زنجانی ها. آقای چالنگ عزیزم، وقتی داماد آقای خامنه ای آقازاده آقای محمدی گلپایگانی 68 میلیون دلار پول بی زبون ملت رو میبرن به یه هواپیمای نیست در جهان پسرموی پادشاه برونای، اونو میخرن برای آقای خامنه‌ای، حتی توالتشو که طلا بوده و میدن کاشی میکنن ایرانی باشه که خلاصه موازین اسلام رعایت بشه، پول میره، هواپیمایی هم خبری نیست. یعنی میدونی وقتی وجدان وجود نداشت احساسی نیست نسبت به مردم که مردم دارن چی میکشن و زیر خط فقرن. ولی بذارین آقای چالنگی، نزدیک عید داره میشیم، دو سه تا نکته رو بگم بد نیست. یکی این که دیروز پریروز یه خانومی به رادیوی جمهوری اسلامی زنگ زد، به رادیوی ایران، و توی برنامه‌شون که دارن زنگ میزنن و برگشت گفت این اشاره کرد به بنده و تلویزیون ایران فردا، گفت این مدک بگیر عینکشو ورداره، این از پشت اون عینک نمیبینه که این ملت چجوره عاشقانه آخوندا رو دوست دارن. آخوندا با لفظ آخوندا به کی میگفت آقای نوری‌زاده؟ به گوینده میگفت، اونم داشت پخش میکرد که بگید این نوری‌زاده فلان فلان شده یه جاسوس، عینکشو ورداره تا ببینه ملت ایران عاشقانه آخوندا رو دوست دارن و چقدر به این حکومت آخوندی دل بستن. آخوندی میگه خودشم میخندید. و این آقای گوینده مثل اینکه اول حالش نبود بعد دوزاری شده بشه. یکی برای جنابالی هم نوشته بودن که شما در گفتگو با آقای دکتر تقی‌زاده مچ ما رو وا کردین. چی بوده داستان؟ آقای تقی‌زاده گفته نتانیاهو که اومده واشنگتن حتما شما میبینینش، شما هم گفتی مثلا اختیار داری، سعی کردید زود کاور اپ بکنید. شوخی بود با آقای بله میگم زود کاور اپ کرد ما رو دوباره به صهیونیسم افتاد. خلاصه بله میخوام بگم این داستان. اما آقای دکتر سازگارا که حتما هم میدونه گفت رستم قاسمی کجاست، به فرمان مقام معظم رهبری این دزد بزرگ شد معاون آقای جهانگیری، یعنی معاون اول رئیس جمهور یه معاون مشاور داره، شد آقای رستم قاسمی. یعنی مرد دزدی که آقای زنگنه 20 تا 30 تا پرونده علیهش به دیوان عدالت اداری فرستاده، این آقای دزد رو آقای خامنه‌ای گذاشت به عنوان معاون مشاور آقای جهانگیری. اینم از ایشون. بنده دیگه اضافه نمی‌کنم. ببینیم پرسش اینه آقای نوری‌زاده، پرسش این هستش که این شیوه‌ای که داره حکومت میکنه، اصلا از تمام این مسائل میگذاریم که روحانیت شیعه هست، بر کشوری داره حکومت میکنه که حدود 15 میلیون
اهل سنت داره و مذاهب و ادیان دیگه. مثلا از این باز میگذاریم که با این روحانیتی که داره حکومت میکنه بخش دیگری از روحانیت شیعه مخالفه، نمونه آقای کاظمینی بروجردی در زندان. از همه این مسائل میگذاریم، درسته؟ از این آقایون کسانی هم که امید بستن که از درون این امامزاده بالاخره معجزه‌ای در بیاد و اصلاحی بشه و چه بشه و چه بشه، دنبال آقای روحانی اینا هم رفتن، از این مسائل هم میگذاریم. اصلا کار نیم. شیوه عمل این حکومت چه فرق یا چه تفاوتی، من واقعا پرسش هاییش قصد منفی بافی ندارم، چه فرقی با یک شیوه اشغالگر داره؟ یعنی اگه کسانی میمدن یک کشوری رو اشغال میکردن چه کارهایی بدتر از اینها که کردن میکردن؟ من حتی فهم میکنم در بعضی جا کارهای بهتری هم میکردن، چون عملا در طول تاریخ اشغالگرها رو که دیدیم اومدن، اون 18 ساله اول 20 ساله اول کوبیدن کشتن، بستگی به میزان مقاومت مردم. ولی بعد توی اون وقت یه دفعه می‌بینیم مغولا سلطان محمد خدابندم دارن، اولجایتو اسمشو عوض میکنه، عید نوروز میگیره، اون یکی رصدخانه مراغه میسازه، شاعران رو ترویج میکنه، اینا رو ما دیدیم. ولی متاسفانه این جماعت اصلا با کینه اومدن. ببینید آقای چالنگی، وقتی مصباح یزدی میگه ایران دوستی عشق به ایران کفره، کس نباید وطن رو اینجوری نگاه بکنه. ببینید اون یکی برمیگرده، من وقتی اینا رو میشنم فکر میکنم میگم اینا مسلم ایرانی نیستن، مسلم به تو ایران به دنیا آمدن، ولی کسی که نقل از پیامبره که حب الوطن و من الایمان، ولی اینا اصلا حب وطن ندارن. میگه برای ما سوریه از خوزستان مهمتره. یه همچه آدمی رو باید گوششو گرفت از ایران پرتش کرد بیرون، بره همون نجف کربلا اونجایی که فکر میکنم وطنشونه، چون عملا همینجوره. اینا به ایران دلبستگی ندارن، ایران رو یه سرزمین اشغال شده میدونن. دو سه تنشون اینا رو به لطائف الهیل گفتن، یکی آقای قرائتی بود که برگشت گفت ما 1400 ساله دنبال این قضیه بودیم، به آخون 5 تومن میدیم، مگه میتونی ازش بگیری که حالا مملکت رو دادی؟ 5000 اینا مملکت اشغال کرد. یه بار هم آقای ریشری گفت من بچه کلباس کل اسماعیل نونوا کجا فکر میکردم بیام بشم وزیر اطلاعات؟ حالا شما فکر میکنید ما به همین راحتی مملکت رو میذاریم میریم؟ یعنی مملکت رو اینا اشغال کردن، اینا در اختیار گرفتن، الان هم باید این مملکت رو به نابودی بکشونن، به زانو درارن، تقسیمش بکنن، تکه پارش بکنن، تا شرشون رو بکنن و از سر ملت ایران. تفسیر شما میشه ما احساس کن. والا آقای چالنگی، من فکر میکنم این مقایسه‌ای که شما میکنید مقایسه جالبی است، که اگر یک دولت خارجی کشور رو اشغال میکرد چه مقدار میتونست بیش از اینی که آقای خامنه‌ای و اعوان و انصار و این حضرات دارن به کشور صدمه بزنن صدمه میزدن؟ نمیدونم واقعا. مثلا فرض کنید امریکا ژاپن رو در جنگ شکست داد، جنرال مک آرتور 7 سال هم در ژاپن موند، اما براشون قانون اساسی نوشت، کمک کردن، بازسازی کردن، یا متفقین بعد از جنگ همه دست به دست دادن آلمان رو ساختن، اصل 4 ترومن گذاشتن، رفتن طرح مارشال بردن اونجا، پول گذاشتن ساختن و امثال. نمیدونم واقعا، زبان قاصر از این که بگه مقدار ندانمکاری، سوء استفاده، عدم تعلق به اون آب و خاک که سرزمین آبا و اجدادی همه ماها بوده و قرنها ما ایرانی ها با افتخار در اون کشور زندگی کردیم، بهش علاقه داریم، درش برآمدیم و بهش مدیون هستیم. این حضرات درست میگه نوری‌زاده، هیچ علاقه ندارن. و همجور هم که میگید بحث اصلا دین و شیعه و سنی و غیره بهانه است برای این آقایون. همین فردا ساعت 11 صبح دراویش گنابادی جلوی دادستانی تهران فراخوان دادن و در خارج از ایران هم بعد جلوی همه سفارتخانه های جمهوری اسلامی 4 میلیون 5 میلیون ما دراویش داریم. اینها نه بیگانند، در اون فرهنگ برآمدن، اهل اون کشورن. خواستشون هم خیلی ساده است، میگن آقا این زندانی های ما
توی زندان وکیلاشونو گرفتید کردید زندان، چون دست به اعتصاب غذا زدن، بیمارن، احتیاج دارن به دوا و دکتر و درمان و دریغ میکنن. الان لیست یه کسی در آورده بود، دیروز دیدم جامعه های بین المللی حقوق بشر هم اطلاعیه داده بودن، به طرز نگران کننده بهترین فرزندان کشور در زندان ها هستند و بیمار هستند، احتیاج به معالجه دارند، دریغ میکنند، به عنوان تنبیه نمیگذارند که حتی اینا به دکتر دسترسی بده. چیزی که شما در اردوگاه های مرگ نازی ها میدیدید مثلا، بررفتاری که این حکومت فرض کنید با شهروندان بهایی ما میکنه یا با سایر اقلیت های ما، چیزی در حدود رفتار نازی ها با یهودی هاست، الا اینکه جرئت نمیکنن تو کوره آدم سوزی بسوزونن، وگرنه اون رو هم اگر از دنیا نمیترسیدن میکردن. به هر حال ببینید آقای چلنگی، به نظر من از مجموع مشکلاتی که هست، جالبم هست آقای خامنه ای کشور در بحران اقتصادی و مردم در تنگنا به فغان اومدن، ایشون دقش این است که دوباره همون قبای مندرس تهاجم فرهنگی رو تنش کرده. دیروز در جمع خبرگان که الحمدلله میرن از ایشون فقط رهنمود بگیرن به جای اینکه نظارت کنن برش، و آقای مهدوی‌کنی هم راحت میگه اصلا ما فقط باید پشتیبان رهبری باشیم، انگار نه انگار که اقلا طبق تعریف و برای حفظ آبرو بگن این مجلس باید از رهبری حساب بکشه. به نظر من مجلس خبرگان بی‌خاصیت ترین مجلس تاریخ بشره، چون یه فانکشن داره اون یه دونه هم انجام نمیده. تاریخ این... بشریت مجلس خبرگان به این شکل، واقعا باور بفرمایید من در دنیا به این شکل خبرگان که در تاریخ کشوری مجلسی به این بیخاصیتی سراغ ندارم که یه دونه در خواب خوبی داره این مجلس، اون از که رهبری رو نظارت کنه، اونم اینا 80 تا نمیدونم 9 تا آدم جمع میشن نظارت که نمیکنن هیچی. رئیس مجلس آقای مهدوی‌کنی هم میگه اصلا ما وظیفه‌مون این نیست که پشتیبان آقا باشیم، سالی دو دفعه جمع میشن، هی این پولی که میدن میرن از آقا رهنمون، آقا هم رهنمون چی است که بنده نگران امر فرهنگ کشورم چی شده، وزارت ارشاد چه میدونم، یه کتاب آقای مارکز یا آقای معروفی یا دو تا نویسنده رو برای چاپای متعدد چیز اجازه داده دوباره چاپ شن، آقا مجددا قرار نمیشه شیوه اشغالگرانه دیگه در واقع. بله آقا دوباره اشغالگرا باور کنید خیلی هاشون به کتاب و چاپ و اینا کاری نداشتن وقتی رفتن تو کشورهای دیگه، حتی هیتلر تو فرانسه ترویج میکردن هنر و فرهنگ و موسیقی و بله البته یادمونم باشه همون اشاره که میکنه آقای نوری‌زاده که در دوران اشغال فرانسه، حالا سینزمین های دیگه شاید فیلم نمیشد ساخت، اما دوران طلایی کمدی فرانسه هست، یعنی سینمای کمدی فرانسه در اون دوران هست که اجازه پیدا میکنه چیز به هر حال. این نکته است اشاره کردن آقای سازگار، آقای سازگار به این نکته زندانی های ما و شما هم اشاره کردید، بسیاری از زنان ایران در زندان هست، زینب جلالیان، مهدیه گرروی عزیز و بسیاری دیگر دختران همه ما، دختران که خانواده هاشون همه نگران هستن در زندان هستن در آستانه روز جهانی زن. اون چه که نصیب زن ایرانی شد، بگذاریم از تروریست هایی مثل خانم معصومه ابتکار، گروگانگیر دیپلومات های آمریکایی با میلیاردها دلار خسارت برای مردم ایران، که خب هر چند گاهی به عنوان دکور این منوال میشونه ایشون یا امثال ایشون، اما زنان ایرانی آقای نوری‌زاده، دختران ایران در این وضعیت چه به دست آوردن؟ مریم شفیع‌پور محکوم شده به خاطر اینکه تقاضای تحصیل کرده در دانشگاه خارج، گفتن این ارتباط با علیه امنیت ملی ایران، 7.5 به زندان دادن همین پریروز. آیه ندای چالنگی، یه نکته رو من خدمت، اولا روز 8 مارس رو به همه بانوان میهنم تبریک میگم، به همه مادران، همسران، خواهران، همه اونایی که با عشق، با درد، با مقاومت در این سالها در برابر رژیم جهل و جور و فساد ولایت‌فقیه ایستادن. یادمون نمیره آقای چالنگی اون اولین اعتراض بزرگ و زنان ما کردن که شهرزاد هنرمند شاعر و فیلمساز فیلمبرداری کرد اون مراسم رو، و دخترها زنان ما اومدن جلوی نخست وزیری و اعتراض کردن. بله به حجاب اجباری اعتراض کردن و
خب ما دیدیم که در مراحل بعدی هم یه روز آقای اشراقی گفته بود زنها باید چادر سرشون کنن، بانوان ما بلند شدن، ولی متاسفانه مردان ما پشتشون رو نگرفتن. خیلی باعث تاسفه، چون بعضی از مردان تحصیل کردمونه خوشحال بودن رژیم اومده زنها میکنه. البته این رویزاده به این واقعی وقتی اشاره میکنم این رویداد نمیشه این نکته رو یادآور نشد در همون موقعی که احزاب سیاسی، گروه های سیاسی چپ و بقیه، حتی شاخه از جبهه ملی، بله، و حزب توده یعنی شاخه از KGB، بله، سازمان جاسوسی شوروی، آنچه رو که واقعا غیر قابل تصور، من نمیتونم بگم، تهمت زدن به بانوانی که رفته بودن جلو نخست وزیر. درسته، یادمه تمام. همه گفتن القاب ناشایستی رو به زنان میگه، گفتن ما حجاب سر نمیم، ما برای این انقلاب نکردیم که. بفهم، هم در روزنامه مردم بنده دیدم، هم در روزنامه جمهوری اسلامی، هم در روزنامه انقلاب اسلامی، در همشون این مطالب بی ربط نوشته میشد. اما این رو میخوام بهتون بگم، زن ایرانی اگر بگویم محور و مرکز مقاومت تا امروز بوده، کم نگفتم، شاید کم گفتم، یعنی مبالغه نکردم. ببینید، شما به همه جنبش های ما نگاه کنید، حضور زنان در اون بسیار چشمگیر بوده. جنبش سبز اصلا زنها آتشش بودن و اونجا حضور داشتن. در برابر رژیم آخوندی اومده بدیل بسازه. زن ایرانی که قبل از انقلاب به همه حقوقش رسیده، خانم رفسنجانی فائزه که خودش یکی از زنانیست که تو این رژیم چوب خورده و زندان کشیده، میاد اعلام میکنه که زن ایرانی خیلی آزادی بیشتری داشت، سناتور میشد، وزیر میشد و در آزادی بیانش بیشتر بود. و ما یادمون نمیره که اون بانوان برجسته که قبل از انقلاب به خاطر اینکه مجال پیدا کرده بودن اومده بودن، دکتر مهرانگیز منوچهریان، هاجر تربیت، خانم پارسا، خانم صوفی، شوکت ملک جهانبانی، اینا زنانی بودن که انسان بهشون میبالید در هر عرصه، خانم افخمی، در هر عرصه که حضور داشتن. ولی بعد از انقلاب اینا اومدن بدیل سازی کنن، خدیجه خانم آوردن با چارقت روی اینجوری که بله ما وکیل زن داریم، اما دوزاری میذاشت تو دهن شرف میزد که صداشو نامحرم نشنوه. حالا اسمت و شریعه بود، گوهر و شریعه بود، هرچی، یه افتخار میکرد که در پاریس برای آقا آبگوش میپخته، آبگوشتاشو آقا دوست داشتن. اینم نمونه زناشون شد که در عرصه بین‌المللی عرضه بکنن، بگن ما زن داریم. ورزشکار زن ما رو عین کلاغ درست کردن، گفتن برو فوتبال بکن. خب معلومه این بساط و مشکلات ما دوچارش میشیم. در دانشگاه هم دیدیم که به فرمان شخص ولی فقیه زنان رو از حضور در خیلی از رشته ها محروم کردن، که آقا به چه مناسبت تو میخوای فیزیک اتمی بخونی؟ به چه مناسبت تو نصف مردی؟ تو عقلت نصف مرده؟ مگه ندیدی که در کتاب بهارالانوار گفته شده بود که بله به پیامبر خدا هم میبندن که بله گفت این زنا عقل ندارن، اصلا باشون مشورت نکنی، هر چی اونا گفتن در زمان جنگ عکسشو بکن. این نوع طبیعت و برداشت این حرف از خب معلومه برای زن جایگاه قائل نیستن. اما زن ایرانی همچنان دلاورانه در صف نخست مبارزه است و عاقبت هم اینا رو خون به جگر میکنه و زنان ایران عاقبت هم اینا رو میکشن پایین. ما همچنان معتقد هستیم روزی روزگاری اگر جهان به طور کلی به دست بانوان اداره بشه، خب جهان وضع بهتری خواهد یافت. تا کنون این جهان به دست مردان اداره شده که به این روز افتاد. تفسیر شما رو میشنویم آقای سازگارا. جمهوری فقیه و زنان ایرانی از 23 بهمن 57 تا به امروز، زنان در خط مقدم برای تأمین حقوق مردم ایران بود. من هم آقای چالنگی به نوبه خودم روز جهانی زن رو خدمت تمام شیرزنان ایرانی که در اقصی نقاط این سرزمین پهناور و در سراسر جهان افتخار خلق کردند و میکنند تبریک عرض میکنم. به نظر من مسئله زنان ایرانی که محدود به این 30 چند سال هم نیست، شاید از نهضت تنباکو تا الان شما نگاه بکنید،
زنها در جامعه ما در صف اول مبارزه آزادی خواهی قرار داشتند و همواره نشان دادند که حضورشون در صحنه تحول آفرینه. و در این 30 چند سال من چندی پیش تو یک جلسه بود در همین واشنگتن، صحبت مقاومت مدنی و مقاومت منفی بود، به عنوان یک مثالش عرض کردم آنچه که زنان ایرانی با یک خواسته روشن، نه به حجاب اجباری، چون همسر بنده با حجابه، میتونه اختیاراً حجاب داشته باشه یا نداشته باشه، ولی وقتی که اجبار در کار میاد به حق زنان ایرانی ایستادن. و جالبه که بسیاری از زنان ما که اختیاری حجاب دارن کمک میکنن به زنانی که نمیخوان حجاب اجباری داشته باشه. من بارها در خیابانهای تهران دیدم این رو، یعنی یک نوع همبستگی هم بین زنان ما هست. و یکی از بهترین مثالهای مقاومت مدنی، یک بار آقای موسوی اردبیلون موقع که رئیس قوه قضاییه بود، خود ایشون میگفت، من از ایشون شنیدم، میگفت من مطمئنم آخرش ما آخوندا به دست این زنا سرنگون میشیم. من هم موافقم با این. واقعیت این است که آقای چالنگی، دختران ما، زنان ما در جنبش سبز به خوبی دیده شد که در صف اول مبارزه قرار دارن، به خوبی دیده شد که درک درستی از نیازهاشون دارن. جنبش زنان ایران جنبش هوشمندی است که به خواسته های متعدد رو برای اقشار گوناگون زنان تعریف میکنه، اکسیون های سراسری مثل نه به حجاب اجباری داره، ولی برای دختر دانشجو یه جور خواسته داره، برای ورزشکار اکسیون ورود به ورزشگاه ها و استادیوم ها، مبارزه برای محروم شدنشون از تحصیل، قانون خانواده، حبو، مهریه، غیره. به خوبی به نظر من مثال بسیار خوبی است جنبش زنان ایران که چگونه یک جنبش هوشمند در می تواند تمامی بخش های مختلف زنان رو بسیج بکنه. و وقتی هم که مواردی مثل جنبش سبز پیش میاد، به ستون فقرات کل جنبش آزادی خواهی کشور تبدیل میشه. شخصا خودم فکر میکنم یکی از اشکالات در جامعه ما این است که مردان ما به قدر کافی قدر حرکت جنبش زنان نمیدونن و پشتیبانی لازم رو از خواستهای زنان نمیکنن. این از اون نکاتی است که سرزنشش رو باید به ما مردها کرد که درک درستی از جنبش زنان ایران نداریم و پشتیبانی لازم رو نمی کنیم. به هر صورت زنان ایران انصافاً شایسته جایی بسیار 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 بالاتر از جایی که جمهوری اسلامی براشون در نظر میگیره دارند. و به نظر من هم مبارزه اونها مبارزه تعیین کننده است که سرنوشت جمهوری اسلامی رو قطعا رقم خواهد زد. این برنامه رو پیشاپیش ادامه خواهیم داد، اما پیشاپیش تقدیم میکنیم به تمام دختران و زنان ایرانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستن، با امید به آزادی همه زندانیان هست. این برنامه تقدیم به آنان و عزیزانی که در زندان، بانوان و دختران ایران زندان. تا لحظاتی دیگر پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در اوکراین و پیامدهای آن در منطقه خاورمیانه و روابط روسیه و جمهوری اسلامی. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز، در اوکراین وضعیت به شکلی است که بینندگان ما قطعا در جریان هستند از طریق منابع خبری مختلف. این اوضاع جاری در اوکراین واقعا چه زمینه رو فراهم کرد که روسیه رو یک قدم به ابرقدرت بودن دست کم در اون منطقه نزدیک بکنه در اروپا؟
به خصوص و پیامداش در خاورمیانه. ببینید، یک مسائلی است که به عنوان مسائل حیاتی و استراتژیک برای خیلی از کشورها مطرحه. ما در منطقه خودمون نگاه کنیم، ایران هرگز نمیخواد یک رژیم دشمن در عراق یا افغانستان وجود داشته باشه، چون میدونه که براش مسبب آزار خواهد شد. حالا اگر اون زمانی که آمریکایی‌ها اومده بودن اونقدر وحشت زده بود، برای اینکه خب میگفت آمریکا اومده بغلش سه همسایه شده. روس‌ها بعد از خم پاشیدن اتحاد شوروی در پیوند با قراردادهایی که بستن، کامن ولس کشورهای مستقل و همینطور قراردادهای منطقه‌ای اقلیمی در ماورای قفقاز، در منطقه بالتیک، در منطقه آسیای میانه، تا حدودی خیال خود را راحت کردند که این کشورها تبدیل به پایگاه دشمن نمیشه. اما در عمل زمانی که حتی اسلام کریموف همچنان کمونیست، همچنان با روش سابق در ازبکستان قرارداد با آمریکایی‌ها بست و اجازه داد هواپیماهای آمریکایی بیان اونجا و از اونجا اسلحه به افغانستان ببرن، روس‌ها به وحشت افتادن. ضمانت‌هایی از جانب قزاقستان گرفتن، آقای نورسلطان نظربایوف بهشون ضمانت داد و در حالی که پیوند نزدیکم با غرب داشت، اما موقعیت جغرافیاییش بیشتر او رو میچسبون به چین، آسیای جنوب شرقی، ژاپن. خیلی اما این طرف نگران بودن. زمانی که آذربایجان اومد به عنوان ناظر توی ناتو، زمانی که گرجستان دیگه رسید به اون نقطه‌ای که دیگه وارد ناتو بشه، اینا برای روسا خیلی خطرناکه. به همین دلیل در گرجستان دیدیم آمدن آبخازیا رو گرفتن، اوستینای جنوبی و شمالی رو اشغال کردن به اسم اینکه اینا مناطق خودمختارن یا میخوان مستقل بشن. توی اوکراینم روس‌ها نمیخواستن اوکراین اشغال کنن. به نظر من اگر مردم در خیابان رسیده بودن به اون توافقی که یه مقدار میانه رو نگر میداشتن، میشد، چون یانوکوویچ هم پذیرفته بود که دیگه سه ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنه، قضیه میتونست با آرامش حل. اما مردم به جان آمده اصرار کردن، بدعهدی‌های یانوکوویچ باعث شد مردم اعتماد نکنن. اونجا بود که روسا وحشت کردن، یعنی روسا دیدن اگر این مردمی که دارن میبینن مسلط بشن و با توجه به حرفایی که از جانب دولت موقت تو پارلمان مطرح شد توی کیف، روسا ترسیدن و ترسیدن اگر کریمه رو از دست بدن فاجعه است براشون. آبهای گرم رو از دست میدن. الان روسا در سوریه چرا اینجوری ایستادن؟ فقط مسئله منافع عادی و غیره نیست. روسا در مدیترانه بندری دیگه ندارن غیر از ترتوس و بانیاس و نزقیه. میدونید، یعنی براشون ساحل سوریه به عنوان ساحل مدیترانه بعد از دست دادن لیبی، مصر، بقیه این الجزایر براشون خیلی مهم. الان هم در کریمه به نظر من واقعا باید یه راه عاقلانه پیدا کرد، برای اینکه روس‌ها اینجا گفت پای جان، پای گردن اینا حاضر نیستن به همین سادگی فردا اوکراین بشه عضو ناتو. بغل گوش روس‌ها دیگه موشک‌های آمریکایی میاد و روس‌ها نمیتونن اینو تحمل کنن. اما در این حال یه نکته جالبه که اوکراین در برابر گذشت از اسلحه اتمیش صاحب یک تاییدیه شد، یه ضمانتی شد در کنفرانسی که خود روسا هم حاضر بودن که استقلال اوکراین خدشه‌دار نشه و حدود جغرافیاییش خدشه نپذیرفته. این پذیرفته شد. الان اوکراین میگه اگر من دست از بمب برداشتم برای این و شما اینو رعایت نمی کنید، خب من برم دنبال بمب. جمهوری اسلامی هم میگه من دنبال بمب میرم برای مرزها. بله، اینم هست هر دو. منتها یه نکته ای هست آقای سازگار، ببینید مسئله گاز اوکراین هست، گاز روسیه هست، گاز ایران هست. این نظر هست بعضی از کارشناسان اینی که روسیه به اصطلاح کارشکنی میکنه در بهبود روابط ایران و غرب، یکیش هم این هستش که راه نیافتن گاز ایران به بازارهای اروپا هم هست، نیست؟ کاملا اتفاقا
این بحران اوکراین از این زاویه‌ای که شما نگاه کردید بسیار زاویه مهمی است که پاره مفسرین این روزها من می‌بینم از این زاویه نگاه می‌کنم و از قضا این بخشش خیلی هم به ما مربوطه. ببینید، روسیه چندی پیش آماری منتشر شد که مجموع ذخایر نفت، گاز و زغال سنگ روسیه یعنی سوخت‌های فسیلی رتبه 1 رو در دنیا داره، 40 تریلیون دلار ارزششه. نفر دوم، کشور دوم ایرانه که زغال سنگ نداره اما ذخایر نفت و گازش برآوردش 35 تریلیون دلاره و گاز رتبه 1 رو داره، حتی از روسیه بیشتر داره. بنابراین ایران تنها کشوری است که میتواند با اتکا به ذخایر گازش که ارزه نداره اینا رو استخراج کنه. آقای خامنه ای دنبال آزاد کردن کوچه پس کوچه های فلسطین و تهاجم فرهنگی و به دلیل این دعوا و تحریم ها و تکنولوژی ما روی اقیانوس گاز نشستیم، گاز وقت نمیتونیم انقدر در بیاریم خودمون مصرف کنیم، چه برسه به اروپا صادر کنیم. روسیه براش یک تنه 25% گاز اروپا رو تأمین میکنه، خط لوله‌ای که اتفاقا از اوکراین رد میشه و براش ارزش اقتصادی که داره که 40 میلیارد دلار در ساله هیچ ارزش استراتژیک و سیاسی داره. به همین دلیل همین الان که اینجور قلدری کرده در اوکراین، اروپا یه مقداری محتاطه که در بیفته، برای اینکه مسئله انرژی برای اروپا هم حیاتی. آلمانا صداشون در اومده. ایران تنها کشوری است که میتواند این جای روسیه رو بگیره. من معتقدم بیش از 30 ساله یکی از خطوط استراتژیک سیاست خارجی روسیه که یک استعمارگر کهنه‌کار هستش روسیه در قبال ایران این بوده که با دست‌های پیدا و پنهانی که در اقصانوغات کشور ما داره، در میان روشنفکرها، در میان بدنه جامعه، در سپاه، در اطلاعات، در بیت رهبری، در پسر آقای خامنه‌ای و غیره، روسیه یکی از کارهاش این بوده که هرگز اجازه نده رابطه ایران با غرب انقدر عادی بشه که و امنیت باشه، امن باشه که غربی‌ها بیان 50 میلیارد 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن، گاز ایران استخراج کنن، لوله بکشن ببرن اروپا. این به نظر من یکی از اون نکاتی است که مسئله بازی روسا در کشور ما رو باید همواره مد نظر داشت. و متاسفانه این کیفیت الان به تدریج، چون امریکایی ها به سرعت با تکنولوژی به اصطلاح فرکینگ و این شیلگس که از روی به اصطلاح سنگ ها استخراج میکنن، فقط هم امریکایی ها این تکنولوژی رو دارن، دارن مصرف تولید گازشون رو میبرن بالا و این روزها در کنگره امریکا جمهوری خواهای طرحی دادن که از 2015 از بندر نیوارلینز امریکا گاز رو با کشتی های مخصوص به اروپا بفرستن و در واقع اون نقش استراتژیکی رو که احیانا ایران میتونست بازی کنه اگر امریکا یا برنامهشون درست پیش بره پوشش خواهند داد. روسا هم دیگه چون این مزیتی رو نخواهند داشت اگر امریکا موفق شد. ضمن اینکه در همین اوکراین هم، در همین جزایر کریمه هم، رئیس جمهور گرجستان تو مصاحبه با آقای چارلی روز تلویزیون پی بی اس امریکا میگفتش که یک شرکت امریکایی اونجا هم به اصطلاح همین شیلگس و گاز توی این صخره‌ها رو اکتشاف کرده، قدم‌های اولیه رو داشته من داشتن. ای بسا این اشغالگری روسیه یه بخشش هم متوجه این باشه که از کریمه وقت گاز بیرون نیاد که جای گاز روسا رو بگیره. شاید آقای نوریزاده اون چرا که آقای سازگاره اشاره کرد، عمل کرده سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای منافع روسیه است عملا. بله بله. از جمله موضوعاتی که ایشون در صحبتاش تا چند روز تایید میکنید؟ ببینید آقای خامنه‌ای به طور کلی اگه یادتون باشه وقتی آقای خمینی در بستر مرگ بود و اینا یه مذاکراتی رو با روسا و اتحاد شوروی اون وقت آغاز کردن، بعدم که آقای رفسنجانی پاشد رفت یه قرارداد 5 میلیارد دلاری تسلیحاتی بس که شیفت کرد اصلا تکیه سلاح ایران رو روسا گذاشت.
و خیلی آقای جالبه. شوارتناتسه هم به ایران اومد هم اومد. بله، و جالب اینه اون جلسه هم که آقای شوارتناتسه با آقای خمینی حرف میزنه دید، هست روی یوتیوب. ولی جالب بهتون بگم، بعد از خرید میلیاردها دلار سلاح روسیه از جمله هواپیمای میک 29، میک 25، میک 27، میک 21، سوخوی، سوخوی 17، سوخوی 21، از انواع مختلفش رو خریدن، بمب افکن، چه کاری؟ هنوز آسمان ایران رو F-14 ها، تامکت های آمریکایی، F-4 فانتوم ها و F-5 تایگر کت ها هنوز آسمان ایران رو حفظ میکنه. خیلیه، بعد از 40 سال 45 سال بعضی از این هواپیما هنوز ما تکیه روی آمریکای جهانخوار داریم که اینو دارن میگن. هنوز دنبال وسایل یدکی هن، آقای نمیدونم خزائی ور میداره اونجا جنس قاچاق میاره، طرح F-35 رو میدوزه میده، همش اینا دنبال این آمریکان. حالا روس ها از همون زمان کم کمک مسلط شدن. روس ها در دستگاه امنیتی ایران حرف اول رو میزنن، وزارت اطلاعات مامورانش در مسکو آموزش میبینن، سپاه پاسداران بخش اطلاعاتش با روسها در ارتباط تنگاتنگن، حتی نوع کشتنها رو از روسها یاد میگیرن، استفاده از سم چیزی که در کارشون وارد شده بود دقیقا از روسها یاد گرفتن، نوع شکنجه هایی که میکنن از روسها یاد گرفتن. البته به روسها انواع شکنجه آخوندی هم یاد دادن، این تردیدی نیست. منظورم اینه روسایی که آقای پتر کبیر آرزو داشت سربازش پاش به آب گرم پوتینش، به آب گرم خلیج فارس برسه، حالا ماشاءالله برای کارشناساشون پلاژ درست کردن، به چه زیبایی در بوشهر خانوماشون در دریا، آقایونشون هم در دریا، دریا فقط برای زنای ایرانی حرامه. در اصفهان هم یه شهرک 5000 نفره دارن و در اونجا در تاسیسات اتمی جای دیگه کار می‌کنن. اینه که روسا ایرانو بلعیدن و در اختیارشونه. جمهوری ولایت فقیه همونطور که آخوندایی که پاشدن رفتن باعث جنگ دوم ایران و روس شدن و باعث سقوط شهرهای ایران شدن در زمان فتلیشا، این آخوندا هم ایران رو عملا به کام روسیه دادن. ولی من تردیدی ندارم ملت ایران زیر بار این خفت نخواهد رفت و روس هم درس بدی از ایرانی ها خواهند گرفت که دیگه انقدر تمکار نشن. این ایران بلعیدنی نیست. شما البته اشاره کردید تو سر هواپیماها جنگنده های روسی زدید و تعریف واقع بینانه از هواپیما جنگنده های آمریکایی که همچنان آسمان ایران رو حفظ میکنن. این فرمایش شما این حسن داشت که بنده رو هم از سوء تفاهم بیرون آورد، چون من تا حالا فکر میکردم بلوف های سردار نقدی است که آسمان ایران. اگر فردا باز روز سایت جمع و بقیه رسانه های وزارت اطلاعات ننویسن که ما از جنگنده های آمریکایی تعریف کردیم، لابد از بله پول گرفتیم، بله پول گرفتیم حتما. بله جام، ببخشید جام نیست. آقای سازدار کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. این پیش آمدن روسیه در منطقه خاورمیانه تا چند اندازه ناشی از آنچه که انتقادی است که متوجه دولت اوباماست، یعنی سهل انگاری های اوباما در خاورمیانه؟ والا این روزها در واشنگتن اتفاقا باب این انتقاد به آقای اوباما خیلی بازه، اگرچه کنگره امریکا اعلام کردن جمهوری خواهاش هم همراه با دموکرات ها که در اینجا هر قانونی آقای اوباما احتیاج داره برای عقب روندن روسیه آمادن بلافاصله تصویب کنن و اعلام در حال 2 حزب اتحاد کردن. ولی ببینید به نظر من آقای پوتین که یک اطلاعاتی و KGB کهنه‌کاره، زمانی به چون ایشون ایدئولوژی ناسیونالیستی افراطی روسی رو گذاشته و مثل هیتلر بهانه اقلیت روسی رو میگیره و لشکر میکشه، زمانی همین کارو با گرجستان کرد. آقای جورج بوش توی کاخ سفید بود، در جلسه خصوصی بهش گفته بود که پاتو از گرجستان بکش بیرون و آقای پوتین عقب نشینی کرد، برای اینکه بوش به هر حال آدم قلدری بود که پاش میافتاد دست به اسلحه هم میبرد. به نظرم یه مقدارم دندون آقای اوباما رو شمرده، به خصوص بعد از اینکه آقای اوباما سر سلاح شیمیایی که خط قرمز رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود و نزد سوریه رو،
به نظرم میداند که الان رئیس جمهور قلدری در کاخ سفید نیست که مثل ترومن به استالین نوشت که اگر از ایران بیرون نری ما میایم تو، و استالین گفت این بمب اتمی رو تو سر ژاپن زده، دیوونه است، ممکنه ما رو هم بزنه. سر سه هفته گذاشت رفت بیرون و اون فرقه دموکرات آذربایجان هم گذاشت فرار کرد. الان به نظرم این مشکلی است که همینجا به آقای اوباما از این انتقادات میشه، ولی به هر حال اعلام کردن که میخوان روسیه رو در ابعاد مختلف تحریم بکنن. سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا در واشنگتن و با سپاس از آقای علیرضا نوری‌زاده عزیز در لندن. سپاسگزار هستیم تا برنامه دیگر. روز شنبه برنامه سرزمین ما را از شبکه تلویزیونی ایران فردا مشاهده خواهید کرد و در روز دوشنبه با آقای دکتر رضا تقی‌زاده و آقای علی آلفونه از واشنگتن خواهیم بود در برنامه تفسیر خبر در روز دوشنبه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. منم چون که در میانه برنامه گفتیم در آستانه روز جهانی زن این برنامه تفسیر خبر رو تقدیم میکنیم به زنان و دختران زندانی در ایران، با امید آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران و دیگر نقاط جهان، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و اسماری و الوند، کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.